عرض سلام و احترام خدمت فالوور از مجموعه بورسی پلاس. امشب دوباره یک لایوی داریم در مورد تحصیل در آمریکا با خانم سحر توکلی و میخوایم یک گپ و گفتی بکنیم و سوالی که شما پرسیده بودین رو در مورد تحصیل در آمریکا از ایشون بپرسیم. من دعوت میکنم از ایشون که تشریف بیارن و به جمع ما اضافه بشن. کامنتارم میبندم که سوالا نت مشکل نخوره، برای همه کیفیت خوب باشه و بعدش سوالا رو در آخر شما میپرسن. سلام، خسته نباشید. سلام، حال شما؟ خسته نباشید. شب به وقت ایران شب شما بخیر باشه. حالا آمریکا رو دقیق نمیدونم. صبح الان وقت تو صدا من خوبه؟ لازم چیزی تغییر بدم؟ تصویر و صدای شما رو من خوب دارم، حالا شما هم نمیدونم دارین یا نه تصویر و صدای منو. بله، منم تصویر صدای شما خوب دارم. خیلی هم عالی. ما گفتیم چند دقیقه زودتر شروع بکنیم که بچه هم اضافه بشن تا وقتی تست هم بکنیم مشکل نباشه. من بردی سوالایی که حالا بچه ها پرسیده بودن و به خودم به ذهنم میرسید آماده کردم. ممنون میشم برای شروع شما اول یه معرفی از خودتون بفرمایید، یه رزومه و یه خلاصه از خودتون به اینکه بچه ها بیشتر با شما آشنا بشن. آره، خواهش میکنم. من توی ایران ورودی برق 82 دانشگاه تهران بودم، ولی خب خیلی اون موقع یعنی نمیدونستم اپلای چیه و چطوری و اینها، به خاطر همین خیلی آماده اپلای نبودم توی دوره لیسانس. بعدش رفتم سر کار، 2 سال کار کردم، بعد تصمیم گرفتم دوباره ارشد بدم کنکور. کنکور ارشد دادم، مهندسی پزشکی دانشگاه تهران قبول شد، دانشگاه شریف قبول شدم. اونجا دیگه از اون اول تصمیم داشتم که اپلای کنم، دیگه پروسه اپلای رو پیش بردم و بعدش حالا برای دکتر اومدم آمریکا. حالا جزئیاتش رو باز دوباره اگه خواستین. دانشگاه تحصیل میکنید و چه رشته ای الان هستم بفرمایید، ممنون میشم. خواهش میکنم. من اولش که اومدم آمریکا رشته دکترای برق بود، ولی بعد دوباره حالا باز تو جزئیات میتونم بگم که چی شد که حالا اگه بچه ها سوال داشتن، که دوباره اپلای کردم یعنی ترانسفر کردم به یه دانشگاه دیگه، یعنی با وجودی که توی آمریکا بودم دانشگاه رو عوض کردم. اونجا دیگه کامپیوتر ساینس بود رشتم، دکتر کامپیوتر ساینس هم از دانشگاه UCF گرفتم، سنتر فلوریدا. بعد از اون 1 سال پست‌داک داشتم UCSF سان فرانسیسکو و حالا هم دیتا ساینتیست یه شرکت استارتاپ. خیلی هم عالی. یه سوال قطعا بچه از ما خواهم پرسید در مورد شما، این که شما با بورسیه تونستیم برید و اصلا کلا فرآیند خودتون اپلای کردن چجوری بود؟ آیا پوزیشن خاصی بود و شما براش اپلای کردین یا شروع کردین مکاتبه و فرآیند عادی که همه بچه ها تیل میکنن؟ آره، همون چیزی که من خیلی دوست دارم همین تو لایو ها بگم مثلا و بچه ها بگم و بچه ها بدونن، همین پروسه اپلای کردن. چون فکر میکنم که خیلی ها فکر میکنن که حالا من خودم اون موقع که هنوز دبیرستانی بودم، بعدش هم حتی اومده بودم دانشگاه، با وجودی که دانشگاه تهران بود و خیلی ها اپلای میکردم، ولی من نمیدونستم مثلا اپلای کردن چیه و فکر میکردم مثلا دقیقا همون مدلی که فکر کردم انقدر باید خوب باشی که دانشگاه های آمریکا خودشون بهتون ایمیل بزنن. یعنی یه جورایی یه چیز عجیبی بود برام. من اینو فقط دوست دارم بچه ها بفهمن و بدونن که اینطوری نیست که کسی از دانشگاه به آدم ایمیل بزنه. خودمون تقاضا میدیم، لازم هم نیست خیلی آدم خفنی باشی، خیلی آدم مثلا دانشگاه خیلی خوب، معدل خیلی خوب، اینا همشون یه چیزایی هست که تابو شدن و دوست دارم اینو همه بدونن، چون به نظر من این خیلی تاثیر میذاره حتی برای یه بچه دبیرستانی که میخواد الان کنکور بده. چون من همون موقع که میخواستم کنکور بدم، خب من درس خوندن رو خب به شخص خیلی دوست داشتم، ولی فکر میکردم مثلا شریف رفتن زندگی منو خیلی میتونه تغییر بده نسبت به اینکه دانشگاه، و این باعث شده بود یه استرس خیلی شدیدی برای کنکور من ایجاد بشه. من چیزی که دوست دارم اطلاع رسانی کنم و برام خیلی مهمه اینه که کلا به بچه های دبیرستانی و اونهایی که حالا دانشگاه هستن و اینها اینو یاد بدم که اصلا لازم نیست که دانشگاه خاصی باشن، اصلا لازم نیست رشته خاصی باشن، اپلای کردن و مهاجرت تحصیلی اصلا لازم نیست پول آنچنانی داشته باشن، چون اگه راه درست رو بری میتونی فاند بگیری و فقط یه پول بلیط داشته باشی و یه پول مثلا حالا یه ماه زندگی توی آمریکا. حالا من خب به شخص آمریکا رو میشناسم فقط چطوریه، ولی خب جای دیگه هم میدونم اینطوری هست، میتونی زندگی کنی و اپلای کنی و این میتونه خب زندگی آدم تغییر بده.
و به خصوص همون استرس کنکور رو من خیلی دوست دارم کم کنم توی بچه ها که فکر نکنن که حالا زندگی. و یکی اینکه من متوجهم خب الان جاب و کار و اینا انقدر تو ایران بد شده که امید به زندگی و امید به درس خوندن تو بچه ها داره از بین میره. ولی اگه بدونن که میتونن با یه لیسانس و فوق لیسانس هر دانشگاهی، ولی اگه راه درست رو برن میتونن بعدا برای دکترا آمریکا بیان، خب چقدر میتونه امید زندگی رو افزایش بده تو جوونا. دوست دارم، دقیقا یعنی هنوز من دقیقا اینه که اینو به بچه ها بگم کلا. آره، یعنی باید بچه ها بدونن که پروسه اپلای کردن پروسه ای نیست که به دانشگاه خیلی خاصی ربط داشته باشه. خب معدل مسلما خوبه و خب هرچی معدل و رزومه بهتر باشه خب مسلما بهتره، ولی نشدنی نیست و راهش خودش رو داره. حالا اینکه من چطوری اپلای کردم، اینکه آره من آخرای من یادم مثلا خودم اوایل لیسانس که رفته بودم میرفتم میگفتم چطوری ما باید چیکار کنیم که بتونیم آمریکا بریم و اینا. بعد مثلا من با یکی از استادامون حرف میزدم، اون به من گفت هیچی، تو فقط درساتو بخون. ولی من باور نکردم، یعنی گفتم مگه با درس خوندن میشه؟ حتما چی کاری میکنن که از آمریکا بهشون ایمیل میزنن؟ مثلا این واقعا خیلی خنده داره، چون الان مثلا احتمالاً یکی از نما میگه واقعا تو نمیدونستی. ولی واقعا نمیدونستم، با وجودی که دانشگاه تهران بود و همه اپلای میکرد. آخرها که دیگه سال آخرش رو دیدم بچه‌ها کم کم دارن تافل میدن و دارن مثلا اپلای میکنن، تازه فهمیدم پروسه اپلای چه. و خب مثلا هی از بچه ها پرسیدم، ولی خب اون موقع هنوز آمادگیشو نداشتم اپلای کنم، چون دوره لیسانس خوب نخونده بودم، معدلم خوب نبود و احساس کردم که هنوز آمادگیشو ندارم، اعتماد نفسشو نداشتم واقعا برای اپلای کردن. ولی خب پروسه اینطوریه که بعدش که مثلا حالا ارشدم خوندم و اعتماد نفسم بیشتر شد، پروسه اینطوریه که خود ما این که در واقع باید بریم بگردیم سرچ کنیم توی اینترنت. اولین کاری که میکنیم که اولا تایم بندی اپلای در نظر میگیریم، اولا که خب رزوممون رو درست میکنیم، رزومه خوبی، هرچی رزومه بهتر باشه مسلما بهتر. پس تلاش میکنیم تا جای ممکن یه رزومه خوبی از خودمون داشته باشیم. بعد تایم بندی اپلای رو باید دقت کنیم، زمان بندی که ما باید امتحان زبان ها رو موقع بدیم، پس مسلما زبان خوندن همیشه مفیده. زبان رو میخونیم و سعی میکنیم هر چیز زودتر امتحان زبان ها رو بدیم تا نمره های زبان کامل باشه، خب مسلما بهتر. بعد از اینکه رزومه کامل شد، پروسه اینطوریه که من کاری که من به شخصه کردم این بود که برداشتم لیست، همون تو گوگل سرچ کردم لیست کل دانشگاه های آمریکا برای رنکینگ کل دانشگاه‌های آمریکا برای مثلا کامپیوتر ساینس یا الکتریکال انجینیرینگ برای هر رشته. و خب مسلما میدونستم که از 1 تا 20 اصلا بهتره که بهشون فکر نم. چون یه چیزی که دوستان بچه‌ها بدن که ما دو تا دانشگاه، دو مدل دانشگاه داریم، یه مدل دانشگاه‌های کامیتی بیسن، یه مدل دانشگاه استاد بیسن. کامیتی بیس ها یه سری دانشگاه های خیلی خفنه مثل استنفورد و برکلی و حالا هاروارد و اینها. اینا اینجوری هن که هر چقدر هم به استاد ایمیل بزنی، یعنی اگر بزنن بچه ها معمولا استاد جواب نمیدن، اگر هم جواب بدن معمولا اینطوریه که میگن که تو خیلی خوبی مثلا اگر هم حتی خوب باشی، ولی باید کامیتی تو رو اکسپت کنه، من کاری نمیتونم کنم. وقتی اپلای کن اگه کامیتی اکسپتت کرد باشه، من جز شاگردام در نظر میگیرم. بهتره که به نظر من اون دانشگاه های 1 تا 20 رو آدم حذف کنه کلا، براشون انرژی نذاره، چیزی که من با توجه مثلا حالا رزومه من، یا مگه اینکه آدم خیلی خفن باشه که اون خفن ها خودشون بلدن، فکر کنم باید اطلاع رسانی کنیم به لول های متوسط. من خودم 1 تا 20 رو قشنگ گذاشتم کنار، بعد از 20 شروع کردم دونه دونه رفتم توی وبسایت دانشگاه ها، یعنی قشنگ دفتر داشتم، حالا نمیدونم چرا دفتر داشتم، من میتونستم سیو کنم ایمیل ها رو توی چیز، ولی یه دونه دونه رفتم توی دانشگاه ها. بعد می زدم مثلا کامپیوتر ساینس فکلتی دانشگاه فلان، بعد اینجوری سرچ کنی خیلی بهتره. ببین توی وبسایت دانشگاه یه ذره سخت‌تره که پیدا کنی فکلتی های دانشگاه داره، ولی همینجوری تو گوگل بزنی مثلا کامپیوتر ساینس فکلتی یونیورسیتی آف فلان، بعد میاد، بعد لیست فکلتی ها میاد و استادا رو قشنگ نوشته هر کدوم چه فیلدی دارن کار میکنن. بعد قشنگ من اینجوری استادا رو همه رو ایمیلاشون رو بعد درآوردم، میتونم بگم که تقریبا 500 تا 1000 تا ایمیل درآوردم. یعنی یه چیز دیگه هم که من میبینم بچه ها میگن مثلا به 2 نفر ایمیل میزنن نمیشه، میگن نشد، جواب نمیدن. من یادمه که به 500 تا 500 600 تا استاد ایمیل زدم، حتی شاید هم بیشتر. اینا همه رو ایمیل زدم و حالا همه ایمیل ها رو تو هم نمیزنن، هر کدومو جدا. و اگه مثلا یه استادی هم برای آدم خیلی مهمه و آدم خیلی از کارش خوشش میاد، خوبه که ایمیلش اسپسیفیک باشه، مثلا بگه من فلان پیپرتو نگاه کردم خیلی برام جذاب بوده. ولی خب من حقیقتا هیچ ایمیل اسپسیفیکی نزدم، همه ایمیلو شبیه هم و همه خیلی طول میکشیده.
برای آره 15 تا 20 تا استرس فیلم بزنی سخت بوده. آره فقط مثلا آدم مثلا 4-5 استادی که خیلی دوست داره به نظرش خیلی جالبه و اینها میتونه این کار بکن. بعد دیگه خلاصه این که داره حواستون باشه که اسم استادا رو درست بزنیم باش. یکی از دوستای من که خودش استاده میگه که یه نفر برای من اپلای کرده بود، بعد همه استادا رو با هم دیگه سیسی کرده بود، یعنی اصلا دیگه خب اون خیلی کار بعدیه، دونه دونه لطفا. بعد این ایمیل هایی که میزنی، خب مثلا از همین 500 تا ممکنه که 20 نفر جوابت بدن، 10 نفر جوابت بدن، حتی بسته به تایمی که هست حتی کمتر. اینا خیلی چیزا شانس دیگه، ولی باید آدم بزنه، تیریه که باید بزنه و تا یه جایی بگیر. بعد استادا جواب میدن، مثلا چند نفر خوششون میاد، مثلا هر استادی هم یه مدلی داره دیگه. یه نفر میگه که مثلا بیا اسکایپ کنیم، یه نفر میگه که اصلا بدون اسکایپ، میگه که مثلا مرحله بعد. مثلا یادمه که یکی مثلا به من گفت اسکایپ کنیم، یکی گفتش که یه کتاب برات میفرستم اونو بخون، مثلا خلاصه کن برام بفرست. یکی دیگه مثلا به دوستام دیدم که مثلا پروژه دادن بهشون انجام دادن. ولی خب من خیلی شانس. و یه چیز دیگه هم، خب چیزی که تو آمریکا خیلی باب کانکشنه و همون پارتی خودمونه تو ایران، ولی بهش میگن نتورکینگ و کانکشن. اگه شما بچه ها بتونن یه دان به خصوص، خب بالاخره ما از ایران داریم میایم و اینها، یه سری استادا یه سری شاگردای ایرانی داشتن که خیلی خوب بودن و اینا خیلی راضیان از ایرانی ها و اصلا اسم ایران رو مثلا بیشتر من خوششون میاد. خیلی خوبه که اونا رو پیدا کنیم. مثلا اگه توی شاگردای استادا نگاه کنیم ببینیم ایرانیان، اگه به اون شاگرده ایمیل بزنیم و بگیم که مثلا ما این وضعیتمون رو می‌خوایم اپلای کنیم و اون کمک کنه یه کانکشن ایجاد کنه بین استاد، خیلی تاثیرگذاره. و من خودم به شخصه سالی که اپلای کردم ANM پذیرش گرفتم، بعد دانشگاه اول که ایمیل زدم و اپلای کردم، اول که ایمیل زدم استاد اوکی داد و ولی خب مثلا گفتش که آره اپلای کن اینا. بعد به یکی از همکلاسی های لیسانس هم ازش خواهش کردم، چون شاگرد همون استاد بود، که اونم واقعا دستش درد نکنه، یه ایمیل خوبی زد و اون استاد گفتش که آره من اینو میشناسم. همین که یه نفر رو میشناسم بگم میشناسم، و خیلی خوب تعریف کرد و واقعا ازش ممنونم. و خب تعریف اون به نظرم باعث شد که خب من ادمیشن رو بگیرم، ولی فاند اون اصلا لب کلا قطع شد واسه اون پروژه که من دیگه بهم فان ندادن. و من ANM هم همونطور که میدونی ددلاینش کلا ددلاینای تگزاس همیشه دیره و من دیگه جایی هم نبودی افلاکم دیگه، فان نداشتم و بدون فان هم من نمیتونستم اصلا بیام آمریکا. بعد من دیگه اونو بیخیال شدم. بعد مثلا یادمه که همینطوری تو شریف که نشسته بودم، یکی از بچه ها بهم گفتش که آره فلانی مثلا دکتراش داره تموم میشه و شاگرد استادش یه نیروی جدید لازم داره و به اون استاد به اون پیام بده. یعنی مثلا منظورم اینه که کانکشن خیلی مهمه و من به اون پیام دادم و اون دستش درد نکنه، اونم خیلی لطف کرد و من کانکت کرد با استاد و من پذیرش یونیورسیتی آف میامی گرفتم با وجودی که ددلاین ها گذشته بود. ولی خب قضیه اینه که بعدش چون دیر شده بود و اینا برای ویزا و اینا اقدام کردم، یه ترم ویزای من نیومد، یه ترم ویزام نیومد. آره بعد دیفر کردم. بعد دیفر که کردم، اون پاییزی که من ویزام هنوز نیومده بود، من گفتم خب من که مثلا خیلی هم یونیورسیتی میامی رو دوست نداشتم، رشتهش هم برق بود و اینا، بذار حالا این مدت که بیکارم و تا حالا من خیلی شانس اپلای هم امتحان نکردم، بذار مثلا بیشتر اپلای کنم. دوباره من یه سری اپلای کردم، دوباره شروع کردم به ایمیل زدن و اپلای کردن و مثلا 8-9 تا دانشگاه رو انتخاب کردم. این دفعه اپلای کردم، این موقعی بود که من ایران بودم منتظر ویزام بودم. بعد ویزای من اومد، من بهار رفتم، اسپرینگ رفتم میامی، یونیورسیتی میامی شروع کردم. مثلا همونطور که میدونین همون اوایل مثلا بهار شروع میشه، جوابای ادمیشن پاییز میاد. بعد شروع شد مثلا وقتی من ترم یک بودم و داشتم شروع درسم و میخوندم، شروع شد جواب اومد و اینها. و مثلا دو تا دانشگاه مثلا به من گفتم، این مثلا استاد مثلا جواب داد اینا، من گفتم اتفاقا من آمریکا میخوام، بیاین من حضوری هم ببینم. رفتم حضوری دیدم ولی همشون رد شدم، اونا رو از نقطا فقط یکیشون رو گرفتم، همون یونیورسیتی اف سنتر اف فلوریدا بود که توی اورلاندو، و من ترانسفر کردم به یونیورسیتی اف سنتر اف فلوریدا. میخوام بگم آره آره اونم با فان، اما یونیورسیتی میامی هم فان بود و چیزم فان بود. ولی خدا رو شکر اقل این
پروسه طولانی بالاخره به نتیجه رسیده. آره یعنی کلا من یه بار اون دانشگاه رو عوض کردم، بعد بعدم که رفتم توی، یعنی چیزی نیست که مثلا خلا بالاخره آدم میتونه جابجا بشه، اینجا جابجا شدم. یه چیز خیلی خوبی که من تو آمریکا دیدم اینه که همیشه فرصت رو میذارن واسه آدم برای تغییر، مثلا آدم ببینه که راضی نیست. بعدا که رفتم یونیورسیتی آف سنترال فلوریدا، استادی که انتخاب کرده بودم نگو خیلی استاد مثلا بدی بوده و سختگیر و 7 سال طول میداده PhDشو و خیلی مثلا حتی بچه ها رو بعد 2 سال اخراج میکرده و اینها. و من اینو فهمیدم همون هفته اول رفتم با یه استاد دیگه 7 سالم دانش استادم عوض کردم. میخوام بگم مثلا این خیلی این چیزو من دیدم تو آمریکا که این فرصت هست که آدم مثلا اگر راضی نباشه از موقعیتش میتونه جابجا بشه. بعد واقعا هم ساپورت میکنن، یعنی همین وقتی یه دانشجوی رو برای PhD با فاند میگیرن اگه مثلا یه اتفاقی بیفته، خب من واقعا خیلی میترسم، ولی الان میبینم که واقعا ساپورت میکنن، یعنی یه دانشجو PhD رو هیچ وقت بدون فاند نمیذارن اگه با فاند پذیرش گرفته باشه، مثلا بیاد براش یه اتفاقی بیفته، مثلا حالا استادش رو بخواد عوض کنه و اینها، معمولا ساپورت میکنن. من سوال بعدی رو بپرسم، شما پوزیشنی هم اپلای که مثلا همین دانشگاه ام ان ای که گفتین یا همین فلوریدا، خیلی ها هستن پوزیشن میزنن، دیدین که حالا مثلا اطلاعیه میدن ما همچین دانشجویی میخوام یا برای مقطع کارشناسی ارشد دکترا فاندای میدن، شما از این طریق هم اقدام کردین یا فقط مکاتبه رو پیش بردین؟ من فکر میکنم که نه، من مثلا نگاه میکنم فکر کنم این پوزیشن بیشتر مال اروپا است، خیلی تو آمریکا اینجوری نیست که دانشگاه پوزیشن بزنه، ولی تو آمریکا این مدلیه که وقتی میری تو وبسایت استاده می نویسه که آره من دنبال دانشجو PhD ام، معمولا اینطوری. خب نه من خیلی به اون توجه نمیکنم چون شنیده بودم که مثلا دنبال دانشجو بشه اصلا نمی نویسن تو وبسایتشون، آپدیت نمیکنن. فکر کنم این روال مال اروپا است بیشتر که پوزیشن رو میزنه. درست، شما کلا برایش کشور دیگه نمیخواستین اقدام کنید و فقط آمریکا میخواستین اقدام کنید، درسته؟ چرا من اتفاقا برای استرالیا اقدام کردم، بعد کانادا رو نه اقدام نکردم، ولی برای استرالیا اقدام کردم، ولی خب این یکی چون درست شد دیگه. درست. من یه سوالی که دارم که به یه ددلاین اگه بخوایم به بچه ها بگیم، مثلا میگم شما بهتر از مهر، حالا یا میلادی یا شمسی بفهم، مثلا از مهر تا فلان تاریخ زبانتون رو بخونی، از این تاریخ تا این تاریخ مثلا این فرایند رو انجام بدید، یه ددلاینی بخوایم به بچه ها بدید طبق تجربه خودتون چه زمان بندی رو معرفی میکنید؟ یه ذره به دانشگاه به دانشگاه فرق داره. فکر میکنم مثلا به ددلاین دانشگاه ها برای اپلای کردن دانشگاه، اولا اینکه برای فاند گرفتن معمولا از پاییز باید اپلای، از فال رو فاند میدن، معمولا دانشگاه ها از اسپرینگ فاند نمیدن. دقیقا تقریبا مثلا اگه شما فال سال بعد میخواین برین یه دانشگاه رو شروع کنین، از فال سال قبل شروع میکنین ایمیل زدن به استادا، چون معمولا استادا اوایل فال یه فال میدونن که سال بعد فاند دارن یا نه. از همون آگست سپتامبر شروع میکنیم به ایمیل زدن به استادا، بعد باز بر اساس این که خب بعد خب وقتی هم داری ایمیل میزنی خیلی خوبه که نمره زبان آماده باشه، پس مثلا بهتره که زبان ها خونده شده باشه و نمره ها آماده باشه. حالت های خیلی چیزی هست که مثلا توی رزومت بنویسی که مثلا زبانمو دارم فلان تاریخ میخوام بدم امتحان زبانمو، ولی خب خیلی بهتر خب استاد وقتی رزومه رو میبینه، چون وقتی ایمیل میزنیم به استاد سی وی هم اتش میکنیم دیگه، اگه ببینه این نمره زبان رو داره این خیلی بیشتر روش توجه رو حساب باز میکنه. پس خیلی خوبه که آدم مثلا میخواد سال بعد بره شروع کنه، از فال سال بعد یه درسی رو توی آمریکا مثلا، از فال قبلش نمره زبانش آماده باشه، امتحاناشو داده باشه، نمره زبانش آماده باشه، شروع کنه ایمیل زدن به استادها، شروع میکنه به ایمیل زدن به استادها. بعد پس شما توصیه میکنی برای مخاطبه کردن، درسته؟ دقیقا از شروع پاییز تا وسطاش برای مکاتبه بهترین موقع است. درسته. بعد اعلام نتایج حدودا میشه اوایل بهار یا آخر زمستون، درسته؟ دقیقا. بعد دیگه برای ویزا هم اقدام بخواهم بخواهم دیگه تابستون دیگه احتمالا ویزا فرندش مشخص میشه دیگه. آره دیگه برای ویزا، چون باز بستگی داره اون دانشگاهی که جواب بده، چون برای ویزا یه فرمی لازمه اسمش I-20ه که وقتی تو ادمیشن به وقتی شما ادمیشن میگیرین یا آیتونی به شما میدن که آره این ادمیشن گرفته، با اون آیتونی میتونه ویزا بگیرین. بعد به خاطر همین پروسه یه ذره بستگی به این داره که کی دانشگاه آیتونی رو بده.
چون یکی از بچه ها پرسیده بودن که حدودا چقدر طول میکشه این فرایند، احتمالا اینجور بخوام بگیم بین تقریبا همون یک سال هستش که فرایند از یک سال قبل شروع میکنیم برای سال بعدش پذیرش رو بخوای بگیریم. دقیقا. سال بعدی که من داشتم در مورد محدودیت سنی گپ تحصیلی، اینکه حالا شما مثلا یا برای دکترا یا کارشناسی ارشد حالا یا کارشناسی تو آمریکا محدودیت سنی داره، مثلا یعنی سن بالا دیگه ما پذیرش نمی کنیم، و در مورد گپ تحصیلی هم بفرمایید مثلا تا چند سالش میشه اوکی کرد، و به خصوص دکترا که دیگه بچه های فاصله بین تحصیلشون میفته. محدودیت سنی اصلا یعنی یه استریوتایپیه که ما ایرانی ها داریم. اتفاقا خیلی اینا اصلا ارزش میذارن برای کسی که بعد مدت ها میخواد درس خوندن رو شروع مثلا بیاد مثلا سن بازوکتر بخواد دکترا بگیره و اینا. ولی قضیه اینه که گپ تحصیلی رو باید یه جوری پر کرد. مثلا اگه بعد لیسانس شما رفتین کار زیاد کردین و هنوز پیپر و مقاله خوبی ندارین، خب شما باید بگین که دانش من به روزه، باید برین یه ارشد زودتر بگیرین که با اون ارشد، یا اصلا ارشد هم گرفتین و گپ تحصیلی دارین، یه مقاله جدید باید بدین. دانش باید به روز باشه، این خیلی مهمه. یعنی اون گپه رو باید یه جور یا با مقاله یا با خوندن یه حالا ارشد دیگه تو ایران پر کرد. در و مورد جیاری دیت ای حالا چیزی از بفهمه برش من سال بعد میپرسم. نه خواهش میکنم. جیاری واقعا امتحان سختیه. ریاضیش راحته، ریاضیش رو میشه با نمونه سوالا زد، رایتینگش هم میشه یه سری تمپلت ها رو حفظ کرد و زد، اونم خیلی چیز نیست، ولی واقعا وربالش سخته. و یه چیز نکته اینه که به نظر من خیلی نباید وقت گذاشت رو وربال جیاری، چون هرچی بخونی انقدر یه دریای بزرگیه که بدتر آدم توش گم میشه. ولی یه کاری که من کردم واسه جیاری که به نظرم به درس خورد، کلمه ها رو نیومدم معنیاشو حفظ کنم، اومدم فقط حسی که کلمه میده، مثلا این کلمه یه کلمه پوزیتیوه، این کلمه یه کلمه نگتیوه، و اون خیلی کمک کرد. باعث میشه که تعداد بیشتر کلمه میتونستم یاد بگیرم، و بعد باعث شد به نظرم وربالم از چیزی که مثلا واقعا حقم بود و میفهمیدم بهتر شد به نظرم مثلا اونجا. ولی خیلی وقت نذاشتم، چون واقعا نمیارزه آدم خیلی وقت روش بذاره. طبق اطلاع شما جیاری برای اکثر دانشگاه‌های حالا آمریکا و کانادا اجباریه یا به نظر شما یه امتیاز محسوب میشه؟ نه برای آمریکا تقریبا برای دکترا اجباریه، درست. برای ارشد خیلی نه، ولی مسئله اینه که فاند برای ارشد خیلی نمیدن، و بخوایم فاند بگیرین باید برای دکترا اقدام کنیم. سال بعدی که میخوام بپرسم در مورد هزینه های زندگی و تحصیل، که حالا شما بر اساس تجربه که چندین سال تو آمریکا داشتین، یکی هزینه تحصیل مثلا معمول شهری ها به حال از دانشگاه به دانشگاه و شهر به شهر متغیره و رشته به رشته، حالا یه حدود هزینه و همچنین هزینه زندگی که حالا در شهری که شما داشتین تحصیل میکردین و بفهمید که بچه ها بیشتر آشنا بشن. یه نکته اینه که فول فاند اگه بگیری کاملا زندگی میتونه به راحتی بچرخه. یعنی اینا یه جوری پول رو میدن، و اگر مثلا دیدن یه دانشگاه فاندش بیشتر یه دانشگاه فاندش کمتره، اصلا مقایسهش به خاطر شهرشه، چون اینجا خب شهرهای مختلف کرایه خونه ها خیلی با هم دیگه فرق میکنن. مثلا ممکنه یه کرایه خونه که یه شهری 600 دلار باشه یه جای دیگه مثلا 1500 دلار باشه، و بسته به اون کرایه خونه فاند رو تغییر میدن. یعنی اصلا نگرانی این که وای مثلا این دانشگاه فاندش بیشتره این دانشگاه فاندش کمتره نشد. وقتی یه دانشگاهی فول فاند میده، یه جوری فاند میده که نصفش به کرایه خونه میره، در این قشنگ حساب شده است، نصفش به کرایه خونه میده، با نصف بعدش هم قشنگ میشه زندگی کرد. یعنی واقعا نگرانی یا فول فاند میتونه واقعا چیز کنه، زندگیش رو به راحتی بگذرونه. درست. ولی حالا ولی خب غیر فول فاند هم میدونیم، هم مثلا هاف فاند هست که مثلا شهریه ها رو تامین میکنن، شهریه دانشگاه رو، و بعد تو مثلا کنارش میتونی یه کار دیگه کنی. خب من برای کسی که اصلا سرمایه نداره اینو پیشنهاد نمی کنم، چون بیاد استرس زیاده. ولی خیلی ها رو دیدم که چون مثلا خودشون سرمایه دارن و پولدار بودن و اینها، بدون استرس اومدن و همون هفته یا هفته دوم پول فاند مثلا هفت فاندشون به فول فاند تبدیل کردن. این راه ها همیشه هست تو آمریکا، ولی خب این یه ریسک بزرگی داره برای کسی که پول نداره دیگه. یا مثلا اونایی که هفت فاند بودن خیلیشون اتاق شیر کردن مثلا با بچه ها، مثلا یه اتاق نگرفتن، مثلا با بچه ها شیر کردن، اینجوری هزینه ها رو تونستن. حتی با هفت فاندی که شهریه هم دانشگاه میده و هفت فاند بهت میده، اونم میشه. بعدش هم تازه بیا اینجا هم خیلی راه ها هست، مثلا میتونی هی تقاضای تی ای کنی. اینا واقعا آدم ها رو چیز نمیذارن. من چیزی که دیدم اینه که واقعا ساپورت میکنن، آدم ها رو
بدون ساپورت نمیذارن. حتی یکی از بچه ها برای من چند وقت پیش تعریف میکرد، میگفتش که یکی از بچه ها رو میشناخته که فاندش قطع شده بوده، بچه ها مثلا جا نداشته بود زنده میکنه. اینجا اصلا یه جای ساپورت مثل مثلا همین یه جای کلیسا مانند که بهش اصلا اتاق مجانی داده بودن. یعنی چیزی نیست که آدم واقعا انقدر من مهربونی دیدم تو این کشور که واقعا چیزن یه خیلی ساپورت میکنن، هیچ وقت کسی رو بدون چیز نمیذارن. ولی خب مسلما من خودم به شخصه جرأت اینو نداشتم که با 7 فاند بیام، یعنی نیاز داشتم که خیالم راحت باشه. ولی خیلی ها رو دیدم که اومدن و مثلا تونستن 7 فاندشون رو فول فاند کنن، حتی بدون فاند اومدن ولی تونستن همون ماه اول فاند بگیرن. چون اینا خیلی استادا روی اینکه یکی بره باشون مستقیم صحبت کنه تاثیر میذاره. وقتی مثلا بدون فاند اومدن، دوستایی رو شناختم که بدون فاند اومدن، بعد رفتم مثلا همون هفته اول صحبت کردم با استاد، گفتم آره ما پذیرش گرفتیم اومدیم ولی فاند نداریم، بعد الان نیاز داریم و اینا، اگه میشه ما رو ساپورت کن. بعد پیش اومده، یعنی نمیتونم بگم قطعا میشه ولی این اتفاقم افتاده. ولی خب مسلمان کسی که ساپورت مالی نداره سختش اینطوری بیاد. دقیقا درسته. بعد در مورد این محدودیت های سفر، نمیدونم شما اطلاع دارین یا نه، که حالا به خاطر ترامپ ایجاد شده و حالا الان هم حالا یه مقدارش بایدن برداشته، ولی حالا تا جایی که من میدونم فعلا ویزای تحصیل جز محدود ویزای هنوز جز ترابل بند نیست و امکانش هستش. چه جوری هستش؟ مثلا بچه ها بخوام بیان، آیا حالا امکان مثلا میگم بعد یکی سال بمونن، 2 سال، چه سری قوانین خاصی گذاشتین؟ شما از این قوانین اطلاع دارید؟ تا جایی که من میدونم دیگه ترابل بنو که برداشتن وقتی بایدن اومد، ولی آره اون دوره‌ای که ترامپ بود ما واقعا ترابل بن بود و سخت بود دیگه، یعنی هیچ خانواده‌ای نتونست بیاد مگه اینکه خون کسایی که قبلا تو دوره نونم یه سری قوانین خاص داشت. ولی الان که ترابل بن برداشتن، ولی محدودیت‌ها به خاطر کووید الان اونجوری که من میدونم الان مثلا توریستی هنوز نمیدن به خاطر کووید. کووید مثلا به خاطر کووید سفارت ها فقط دانشجویی الان چیز میکنن، ولی خب امیدوارم که به زودی اونم برداشته بشه. ایشالله. بعد در مورد سفارت خونه ها شما اطلاع دارید که حالا یه خبری اومد چند روز پیش من تو منتشر کرده بود که میگه فقط ایرانی هم میتونن سفارت پاکستان برن و یه هزینه داره. آیا شما اطلاع دارید مثلا سفارت آمریکا تو ترکیه، دبی، ارمنستان، اینها بچه ها میتونن برن یا نه شرایط به چه صورت هست؟ من متاسفانه اون رو در جریان نیستم. من خودم دبی رفتم، اون موقع میشد دبی رفت و اون رو در جریان نیستم که الان چطوری وضعیت. درسته. در مورد رشته پزشکی میخوام شما اطلاع دارین، چون بچه ها پرسیدن که مثلا بپرسن شما تا حالا مثلا در بچه پزشکی دیدین که اونجا بیان یا حالا اپلای بکنن، مثلا براشون روسیه ای باشه، امکان تحصیل برای بچه های پزشکی باشه؟ آره من اتفاقا اینجا جدیدم با چند تا از بچه های پزشکی آشنا شدم و فکر میکنم برای پستا که اول میان باز به عنوان ریسرچر میان و بعدش امتحانای اینجا رو میدن، چیزی که من در جریانم. ولی میتونم حالا یکی از دوستامو که پیج پابلیک داره و خیلی هم بچه‌ها رو کمک میکنه معرفی کنم. بعد آره بعد اینجا میان امتحانا رو میدن و میدونم امتحانای سختیه، ولی بعد از اینکه امتحانا رو دادن بعد مچ میشن برای رزیدنت و اینها و بعد دیگه وارد سیستم میشن. ولی میدونم که امتحانای سختی و باید. ولی من کسایی که دیدم همشون انقدر درس خوندن، همشون امتحانا رو قبول شد. یکی از سوالی و دغدغه بچه‌ها قطعا اقامت پس از تحصیله، این که بعد تحصیل تحت چه شرایطی میتونن بمونن و حالا بعدا به سیتیزنشیپی یا حالا اقامت دائم تبدیل بشه. ببینین راه های مختلف میگن، راه رسیدن به خود مختلفه، ولی راه رسیدن به گرین کارت هم باز هر چند تا هست. یکیشون اینه که یکیشون که از همه راحت تر و استیبل تره اینه که با تعداد مقالات و اینها NIW اقدام کنی. مثلا بگی به عنوان یه ریسرچر مثلا خوب من تعداد مقالات و سایتیشنم بالاست و اون حتی میتونی موقعی که دانشجو هستی اقدام کنی NIW. این هم چیزی بود که من موقع نمیدونستم که حتی موقع دانشجویی هم میشه. حتی مثلا وقتی اینجا دانشجویی میتونی بگی که من این هم این سایتیشن رو دارم، مقالات دارم، به خاطر همین سایتیشن چیز مهمیه. یعنی بچه‌ها از حالا باید به فکر باشن سایتیشن برای خودشون جور کنن. سایتیشن و مقالات خیلی مهمه و اینا از این طریق میان. مثلا NIW یه وکیل میگیرن، تقریبا هزینهش هم تقریبا 4500 دلاره به وکیل میدی و وکیل برات کاراشو میکنه و برای NIW اقدام میکنی که اینجوری بهت گرین کارت میدن از این طریق. یه راه یعنی این بهترین راهه. یه راه دیگه هم این که بعدا بری سر کار و توی کار اونا برات اقدام میکنن، اونم یه راه دیگه است.
که خب اون بعد خیلی بستگی داره. مهلت دارم که کار پیدا کنم، چون اروپا معمولا 1 سال. آره اینجا اولش 1 سال مهلت میدن که بهش میگن OPT، بعد معمولا رشته های استم، یه سری رشته ها هستن رشته های استم که تا جایی که من میدونم ساینس و مثلا برق و کامپیوتر استم، حالا بقیه رشته ها نمیدونم، ولی اینها بهشون 2 سال اضافه هم میدن علاوه بر 1 سال، یعنی تقریبا میشه 3 سال. و تو این 3 سال فرصت دارن که یا NIW اقدام کنن یا از طریق کار اقدام کنن. ولی یه راه دیگه هم هست برای اجازه کار، اینه که همون مثلا وقتی جاب آفر میگیری بعد از فارغ التحصیلی، شرکت برات H1 ویزا میگیره، اونم یه مدل دیگه ویزاست که اجازه کاره. اون دیگه محدودیت نمیدونم، نمیتونم الان بگم محدودیتش چقدره، ولی فکر کنم که محدودیت نداره یا 4 سال، مطمئن نیستم ولی زیاده. بعد اونم یه جور دیگه ویزای اجازه کاره، H1 ویزا. شما چون خودتون هم شاغل هستین، شرایط بازار کار چطور هستش؟ حالا بچه ها فارغ التحصیل میشن، مثلا میگم بعضی کشور مثل ایتالیا میگن بازار کارش مثلا ضعیفه، شما نمیتونه جذب بشین. آمریکا به چه صورت هستش؟ به نظر من که بازار کار خیلی خوبه، ولی درسته که رقابت زیاد هست، یعنی باید برای اینترویو و اینا آدم آماده شه، یعنی بعد یعنی اینترویو های یه ذره شبیه کنکوره، قشنگ باید خوند و الان هم هی داره نمونه سوال های جدید میاد و هی نمیدونم، برای مثلا حالا برای رشته خودم میدونم برای پروگرامینگ مثلا یه سایت هست لیت کد که باید بری انقدر نمونه سوال بزنی، کد بزنی و اینا، یه جورایی مصاحبه سخت هست ولی کار زیاده، یعنی نگرانی اینه که کار و اینترویو بگیری نیست، ولی خب مصاحبه سخته. و یه چیز خیلی خوبی که توی آمریکا دیدم اینه که، حالا اینطور باز بیشتر رشته خودمه که مثلا میبینم، ولی مثلا فیلد تو خیلی راحت میتونی تغییر بدی، خیلی براشون مهم نیست که مثلا یکی دکترای مکانیک گرفته ولی پروگرامینگش خوبه، خیلی راحت میتونه اینترویو پروگرامینگ بگیره، حالا البته نه به اندازه کسی که حالا کامپیوتر ساینس خونده راحت، ولی با همین مثلا پروژه انجام بده و تو رزومش پروژه باشه، خیلی براش مهم نیست مدرکت اسمش چی باشه از کجا باشه، بیشتر براش مهمه که چی کار کردی و چی بلدی. اینش خیلی خوبه، یعنی همیشه راه برای عوض کردن فیلد و عوض کردن رشته و اینها هست. چرا یک نکته هم که فکرم لابد حرفی که بهش اشاره کردیم، ولی مباحث نژاد پرسته چطور هستش؟ حالا مثلا دیدی که نسبت به آسیایی ها دارن، به خصوص ایرانی ها، وقتی حالا اختلافاتی هست، آیا تاثیر داشته تو مثلا سطح زندگی شما، روابط شما، یا نه مثلا واقعا چیز ندیدین از مباحث نژاد پرسته؟ من که به شخص واقعا چیزی ندیدم، یعنی جز محبت ندیدم از آمریکا، یا مگه اینکه حالا شاید یک سری شهرهای مثلا حالا نمیدونم ردنک ها شنیدم یه سری میگن که مثلا خیلی با ایرانی ها خوب میشن، ولی اونجا هم چون دانشجو میره با دانشجوها خوبن، حالا نمیدونم شاید با کس، ولی بقیه جا انقدر مهاجر هست که اصلا احساس نمی کنی که، یعنی واقعا واقعا آدم، من چیز خوبی دیدم همش ازشون، یعنی واقعا چیز ندیدم. تقریبا کشور مولتی کالچر دیگه، یعنی آره پذیرفتن دقیقا، انقدر آدم ها با قیافه ها و کالچر های مختلف هست که واقعا اصلا هیچ چیزی حس نمی کنی که متفاوتی. درسته. بعد نکته که هستش، حالا بر اساس تجربه خودتون، بالا پوزیشن ها اینها بیشتر آمریکا کمیته محور یا استاد محور؟ حالا اشاره هم کردین اول، ولی حالا بخواین تقسیم بندی بکنین، بیشتر میگین استاد محور هستش آمریکا یا کمیته محور؟ آره بیشتر استاد محوره، چون دانشگاه خیلی زیاد داره آمریکا، بعد فقط یک تا مثلا حدودا یک تا 20 تاشن که کامپیوتر، بقیه هزاران دانشگاه داره آمریکا، دلیل نمیشه آدم بره یه دانشگاه خفن که میتونه دانشگاه خیلی واقعا دانشگاه زیاد داره آمریکا، یعنی بعدا هم مشکلی برای کار پیدا کردن نداره هر دانشگاه آدم بره فارغ التحصیل شه اینجا، از لانگ از اینکه فاند میدن به نظر من هر جایی آدم میتونه. اگه بخواید دسته بندی بکنید مدارک ضروری مورد نیاز برای اپلای که مثلا بچه‌ها یه چک لیست مثلا بخوان داشته باشن، چه مدارکی ممکن نام ببرین که اینها لازمه حتما بچه‌ها آماده بکنن داشته باشنش؟ فکر کنم خب مهمترینش همون مدرک های دانشگاه و ترانسکریپت هاست، باید مثلا به انگلیسی داشته باشن کارنامه هاشون، و بعد شجایی که من یادم میاد بعدش هم مدرک های زبانه دیگه، بعد دیگه چیزایی که برای ویزا لازمه دیگه، چیز خاصی به نظر رزومه
آها اونا رزومه. آره رزومه که مسلما که باید داشته باشن. بعد معمولا وقتی که دانشگاه اپلای میکنن، معمولا دانشگاه ها 3 تا توصیه نامه میخوان. وقتی یعنی حقیقتا سخت این قسمت اپلای همین قسمته که استاد پیدا کنی که بهت توصیه نامه بده. یعنی یه چیزی که هست اینه که از حالا باید یه ذره با استادا، بچه ها وقتی دانشجوان، یه ذره کانکشنشون ببرن بالا که قول توصیه نامه رو ازشون بگیرن، که این خیلی مهم. چون معمولا استاد حوصله‌شو ندارن بعد از اینکه، چون وقتی اپلای میکنی توی دانشگاهی بعد یه لینک، یه ایمیل، از معمولا اینطوریه که ایمیل استاد میگیرن و خودشون از طریق دانشگاه ایمیل میزنن و توصیه نامه رو از طریق استاد هم که دیدین مثلا ایمیلاشون رو خیلی موقع چک نمیکنن، و هی بری بهشون هی بگی اون ایمیل تو چک کن، اونو جواب بده، خواهش میکنم بالا سرشون وایسی تا توصیه نامه رو بفرستن. بعد این خیلی مهمه، توصیه نامه واقعا سخت این قسمتشه، چون بقیه مراحل دست خود آدمه، اون دست آدمای دیگه است، و بخاطر همین فکر کنم که آره پیگیری کردن اون توصیه نامه خیلی مهمه. مینیموم کنم اون آیلتس یا تافل رو هم ممنون میشم بپرسید. مینیموم آیلتس و تافل و جی آر ای که اون معمولا مینیمومه. دانشگاه آره جی آری معمولا مینیموم نمیگن داشته باشه، هرچی بهتر باشه، بیشتر باشه خب تاثیرش بیشتره. جی آری هم بیشتر نمره بالاش توی دانشگاه کامیتی بیس خیلی احساس میشه اثرش. توی دانشگاه استاد بیس خیلی مهم نیست، به خاطر اینکه دانشگاه استاد بیس وقتی استاد به تو اوکی بده، به شما اوکی بده، خیلی چیز نیست، خیلی دیگه کامیتی مهم نیست، و استادم خیلی نمره جی آری براش مهم نیست. وقتی نگاه میکنه بیشتر پیپرار نگاه میکنه، حالا تافل هم باید از حد دانشگاه، ولی تافل چرا مهمه؟ تافل مهمه که از اون حدی که توی اینترنشنال دانشگاه نوشته نباید کمتر باشه. معمولا پیش اومده بود که یه جا تافل 100 میخواستم، من به یه نفر اوی استاد ایمیل زده بودم، بعد اون به هم گفتش که مثلا من خب تافلم 92 بود، بهم گفتش که همه چی خیلی خوبه ها، ولی من متاسفانه نمیتونم قبولت کنم به خاطر اینکه ما دانشگاهمون حتما تافل 100 میخواد. حالا تا ماه دیگه میتونی تافل تو 100 برسونی، به من خبر بده. مثلا اینم یه موردی بود پیش اومده. بعد خیلی استثنا هم پیش میاد که دانشگاه ها قبول میکنن که با شرط اینکه بیای ویو اینجا کن. دوباره تافل بدی ویو کنن اون شرط تو، ولی خب بازم خیلی بستگی داره که استاد چقدر از کارت خوشش بیاد. ولی نمره جیاری واقعا اونقدر مهم نیست، چون اگه نگاه کنن بچه ها توی سایت قسمت اینترنشنال ادمیشن دانشگاه ها نزده لیمیتیشن برای جیاری، همیشه لیمیتیشن اکثرا زده لیمیتیشن برای تافل. جیاری هرچی بهتر بیشتر باشه خب مسلما بهتر. درسته. بعد در مورد اپلیکیشن فی هم ممنون میشم به این که قطعا که دغدغه بچه ها هست، شما تونستین مثلا بپردازین یا اینکه ویو درخواست ویو کردین و چجوری حالا از پس اپلیکیشن فی ها بر اومد؟ آره اون موقع راستش دلار انقدر گرون نبود که الان گرونه. من قشنگ درک میکنم الان واقعا خیلی متفاوت. من با دلار 2500 اینا اومدم، به خاطر همین الان 20000 دلار خیلی با هم فرق داره. من اون موقع مشکل نداشتم برای دادن اپلیکیشن فی ها، و معمولا هم زیاد نبودن، مثلا یادمه که بیشترش همون 90 دلار بود اینا، ولی میفهمم الان واقعا با این قیمت دلار اپلیکیشن فی خیلی زیاد. ولی فکر میکنم که اگه ایمیل بزنن، انقدر من از اینا مهربونی دیدم واقعا، فکر کنم اگه ایمیل بزنن و بگن که وضعیت ایران اینطوریه و ما الان مثلا مشکل داریم برای دادن اپلیکیشن، مثلا میتونن بگن که مثلا میتونن این پیشنهاد به دانشگاه بدن که شما به ما پذیرش بدی، اگه ما پذیرش گرفتیم اومدیم ما اونجا میدیم مثلا. معمولا اینجوری بگن، بعد خیلی موقع ویو میکنن، میتونن این کارو بکنن، ولی همیشه باید شانس خودش رو امتحان کنن و پیشنهاد رو بدن به دانشگاه. تجربه بچه ها رو بگم، معمولا ایمیل زدم دانشگاه حالا آمریکایی و گفتم مثلا شرایط ارز اینجا خرابه و قبول کردن، گفتم حالا یا مثلا تخفیف دادن یا اینکه گفتم مثلا شما نمیخواد حالا بپردازید، ولی خب بعضی دانشگاه هم قبول نکردن دیگه، یه شانسی دیده ای. من واقعا انقدر از اینا مهربانی دیدم باورشون نمیشه. ولی یه چیز دیگه هم میخواستم اینجا بگم، یه گروهی میشناسم هپی هلپر، چون من پارسالم یه ذره شروع کرده بودم که بچه ها مثلا کمک کنم برای اپلای و اینا، به نش رسیدم که کاش ما مثلا یه گروهی بزنیم و اینها، که مثلا بچه‌هایی که آمریکان اپلیکیشن فی های بچه ها رو بدن که تو ایرانن، بعدا خب مثل یه قرض میمونه بعد ازشون. یه گروهی رو میشناسم هپی هلپر که این کارو کردن، شروع کردن تو بوستون، و بعض بچه هایی که تو آمریکان پول میگیرن و اینا خودشون به بچه ها به حالت قرض به کسایی که میخوان اپلای کنن
هزینه هاشون رو میدن، بعدا قول میگیرن که شما اومد اینجا فاند گرفتین اون هزینه ها رو برگردونید که ما با بچه های بعدی کمک کنیم. چرخه زیبایی هستش، امیدوارم که خیلی سر کارشون همه خوبه. کشورم نره. من دوست دارم که آره اونم به بچه ها معرفی کنم که انشالله که مثلا بچه ها استفاده کنن از اون، خیلی چیز مفیدیه به نظرم. برای مباحث تحریم اونا به مشکل نخورن، چون ما داشتیم با افراد مثلا می‌خواستیم کار کنیم، گفتم آیه بپردازیم زیاد با حسابمون، مثلا سر این چیزا ممکنه به مشکل آره بخوریم. میگم اصلا چرا با ایران، آره از شخصی ممکنه اگه اصلا دوستاشون بخوان و اگه این کار نکردن نه و ناراحت بشن ازش، چون واقعا اینجا آدم میترسه که این کار رو بکنه. دقیقا. بیشتر سوالا رو من سعی کردم بپرسم، یعنی بیشتر مرتبطم. شما خودتون اگه چیزی مثلا ازتون فکر می‌کنید من نپرسیدم یا دوست داشتیم بگی، ممنون میشم بگی. من طرف سوال بچه‌ها رو باز اینجا چک بکنم این پایین ببینم چیز دیگه ای هستش. باشه من فکر میکنم یک چیز به ذهنم رسید. یکی از دوستان پرسید تاثیر مقاله چقدر هستش. حالا برای کارشناسی که معمولا مقاله آنچنان تاثیر نداره، ولی برای ارشد دکترا و تجربه شما مقاله چقدر تاثیر داشته یا داره؟ اگه بخوام فاند بگیرن که باید به نظرم احتمال خیلی خیلی زیاد دکترا اقدام کنن، چون اینجا کلا روال اینه که به دکترا فاند میدن و به ارشد خیلی فاند نمیدن مگه اینکه بیاد یه نفر اینجا صحبت کنه و فاند بگیره. به خاطر همین خب فرض رو برای میذاریم که یه نفر میخواد بیاد دکترا. حالا دکترا دو تا راه داره دیگه، یا دکترای مستقیمه که مستقیم از لیسانس میاد، که یا از ارشده، که در هر دو صورت مقاله به نظر من لازمه، مگه اینکه دکترا لیسانس مستقیمی که از لیسانس بیاد یه لیسانس خیلی دانشگاه خیلی خوب با معدل خیلی خوب، که اونم مسلما کسی که تو اون شرایط بوده معمولا مقاله رو داره. و به نظر من پس یه دونه مقاله حتما لازمه و یه مقاله که جدید هم باشه، ولی این مقاله لازم نیست که بین المللی باشه یا اینترنشنال و اینها باشه. من خودم مقاله که دادم توی ایران یه کنفرانس ایران بود ولی کنفرانس اینترنشنال شده بود، یعنی شریف یه کنفرانس اینترنشنال آی تی فری رو هست کرده بود و شانس آوردم که مقاله به انگلیسی بود. خب خوبیش اینه که مقاله انگلیسی باشه دیگه، خب بتونه استاد بره ببینتش. یه مقاله آی تی فری انگلیسی بود ولی کنفرانسی بود، کنفرانس داخلم برگزار شده بود. یه کار دیگه هم که کردم بعدش، خب اون موقع معمولا آدم شروع میکنه پروژه ها اینا، یه کاری که کردم و به نظرم بچه ها اگه انجام بدن خیلی خوبه اینه که یه پروژه که داشتم شروع میکردم و تازه شروع کرده بودم در حال ریویو کردن مقاله و اینا بودم براش، هنوز اصلا به هیچ پیپری نرسید و آخرش هم به پیپر نرسید، ولی من اونو به عنوان یه پیپر نوشتم، نوشتم این پرپریشن. خب خودش نشون میده مثلا من دارم روی این پروژه هم کار میکنم. شاید یه جورایی چیز باشه ولی یه جورایی منظورم اینه که رزومه رو یه جورایی باید نشون، یه جورایی نمایش هم بدین، نمیگم که دروغای آنچنانی بگیم ولی خب یه جورایی نمایش هم بدین که خودتون خوب نشون بدین. و این باعث شد مثلا به نظر بیاد من دو تا پیپر دارم ولی در حالی من واقعا یه دونه فقط داشتم، اون یکی رو نوشته بودم هم این پرپریشن دیگه، اسم استادی هم که باش کار کردم نوشته بود. درسته. بعد در مورد تاثیر دانشگاه هم پرسیدن که مثلا میگم حالا دانشگاه ایران حتما شریف و تهران میتونن اپلای بکنن و که حالا یه سرم اشاره کردن، و اینکه یه سوالی هم پرسیدن مثلا بچه ها برن حالا دانشگاه مثل ایتالیا یا کشورهای مثلا اروپایی که یه سطح پایین ترن رو اونجا مثلا ارشد بگیرن و بعد برن دکترا آمریکا، به نظر شما مثلا این تاثیر داره یا نداره؟ در مورد دانشگاه که بگم واقعا آره این چیزی که خودم هم قبلا فکر میکردم یه استریوتایپیه که تو ایرانه و دوست دارم بچه ها بدونن که تاثیر نداره، که استرس کنکور نداشته باشن. نه دانشگاه تاثیر داره نه رشته تاثیر داره، هر رشته اینجا میتونه اپلای کنه، هر دانشگاهی هم میتونه اپلای کنه. حالا درسته مسلما شریف و تهران و استادا خیلی هاشون میشناسن، به خصوص شریف و خیلی معروفه، اونم به خاطر اینکه اسمش از قدیم یه سری آدمهای خیلی خفنی بودن. خب وقتی استاد دانشجوش میبینه خیلی استثنائیه و میگه خب کجا بودی، میگه شریف، خب یادش میمونه. شریف رو میشناسن تقریبا و واقعا خب خوبه اسم شریف روشون، ولی خب اگه شریف نباشه بقیه اونو هیچ کدومو نمیشناسن، یعنی واقعا فرق بین شاید خواجه نصیر و دانشگاه آزاد یه جای دیگر ندونن واقعا، چون چه میدونن که اصلا روال کنکور ما چیه، اصلا نمیدونن ما کنکور داریم، نمیدونن یه دانشگاه پولیه یه دانشگاه غیر پولیه. به خاطر همین هیچ استرسی نباید بر بچه های من، واقعا نمیدونم چرا این استرس همیشه تو کنکور هست و دوست دارم این برداشته بشه، هیچ استرسی نباید باشه ولی معدل مهمه. اتفاقا من دارم فکر میکنم اگه آدم یه دانشگاه پایین تری باشه که معدل بالا آوردن خوب باشه، راحت تر باشه، چه بهتر. مثلا آدم یه دانشگاه تهران مثلا اگه آدم معدل آوردن واقعا سخت بود، ولی آدم یه دانشگاه پایین تر باشه ولی معدلش خوب، چون اونا معدل رو میبینن، نمره رو میبینن، میگن خب یه نفر معدلش نزدیک 18 19 باشه خب خیلی بیشتر خوششون میاد تا اینکه. پس معدل خیلی مهمتر از اسم دانشگاه است، چون اصلا اینا اسم دانشگاه رو نمیدونن.
و سوال دومتون چی بود؟ دیگه بچه ها مثلا برن کشور مثل ایتالیا یا کشور دانشگاهشون یه لول بهترن، تأثیر داره که بعد برای دکتراشون اپلای بکنن آمریکا؟ آره مسلما تاثیرش بیشتره، یعنی یه دانشگاه یه جای دیگه، به خصوص یه دانشگاهی که زبان انگلیسی باشه، به زبان انگلیسی باشه، خب خیلی بیشتره، مسلما تاثیر بیشتره. یعنی بین انتخاب اینکه ارشد و من ایران بخونم یا ارشد برم اروپا بخونم بعد برم آمریکا، مسلما ارشد اروپا اگه امکانش باشه اون بهتره. درست. من سوال دیگه رو ببینم. دوستان در مورد ویو پرسن، ویو چی هست؟ یعنی معاف میکنن، مثلا حالا اگه مدرکی میخوان از شما، شما رو معاف میکنن از ارائه مدرک یا نو، یا پولی ازتون میخوان، شما رو معاف میکنن که اون پول رو نپردازین. در مورد تمکن مالی هم پرسیدن، اگه این سوال همیشه هست، اگه مارک مثلا فول فان بگیریم، آیا سفارت باز هم جوابی تمکن مالی میخواد یا نه؟ نه نه پس کلا از این نظر مشکلی نداره. دیگه بچه ها آخه سوالی که پرسیدن معمولا سوال خاصی که باید تو سایت دانشگاه برن چک بکنن، یا اینکه اصلا باید چیز بکنن، ربطی به این لایو نداره، در مورد کشور دیگه هستش. منم تا حد زیاد سوالم پرسیدم، یه سوال خاصی ندارم. حالا شما یه چیز به نظرتون میرسه که ناگفته مونده یا سوال خاصی دارید، سوال خاصی جواب میخواستیم بدیم، ممنون میشم بفرمایید. تا حالا ببینم سوال دیگه اومد من بپرسم ازتون. نه من چیز خاصی به نظرم نمیرسه. آره دیگه من همون بیشتر از همه دوست داشتم که این استریوتایپ از بین بره که اپلای کردن فقط مال شریفه و یا یعنی اینکه برای اصلا اپلای کردن فقط مال پول داراست. این خیلی دوست دارم از بین بره. برای دکترای مجدد هم پرسیدن اینکه دکترا مجدد چجوری هستش، آیا راحت میپذیرن؟ و این سوال زیاد از ما میخواد که مثلا به دانشگاه یا استاد بریم ما دکتر دومونه یا نه، بریم مثلا ما اون زمان داشتیم آیلتس میخوندیم، داشتیم مثلا نه مقاله چیز نمیشه. به نظر من نه خیلی هم دکتر مجرد چه اشکالی داره، فقط باید چیز باشه دیگه، توجیه پذیر باشه که چرا میخوام این کارو کنم. مثلا میتونیم بگین که من آره این دکترا رو گرفتم، خیلی هم باعث افتخاره که مثلا یه دکترا داریم و حالا این فیلد رو خیلی دوست دارم، میخوام یه تو این فیلد، مثلا نباید همون فیلد باشه دقیقا دیگه، مثلا همون فیلد باشه، خب متوجه میشن که مثلا چیزه فقط به خاطر آمریکا اومدن. یه جوری باید توجیهش کرد دیگه، باید یه جوری توجیه کرد که آره من الان مثلا با این فیلد جدید آشنا شدم، دارم میخوام انجام تجربه. من حتی دوستایی داشتم که دانشجوی دکترا بودن، خب اون کار یه ذره مثلا چیزیه، ممکنه بگم چرا داری دانشگاه دارم، ولی رفتن حقیقت رو گفتن، گفتن من دوست دارم که مثلا آمریکا بخونم و دوست دارم به اون استاد این حرف رو زدم، من خب آمریکا بخونم، میخوام این فیلد رو بخونم و از مقاله شما خیلی خوشم اومده و اونا پذیرفتن. درسته. در مورد ویزای همراه هم پرسیدن که آیا آمریکا ویزای همراه به افراد میده، و اگه میده مثلا همونجا مستقیم با فرد میتونن بیان، یا که مثلا بعد از کشام شدن مثلا فرد میره بعد یکی دو ماه بهش میدن که اون نفر همراه بیاد؟ ویزای دانشجویی که اینجا اسمش F1ه، ویزای همراهش هم همسرش هم میشه F2 و وقتی میرن سفارت خب با چانس دیگه، شانسی شانسی، یه موقع ممکنه حتی F2 رو زودتر از F1 بدن، یعنی به همسر مثلا اینو من تو دوستام دیدم، یه موقع هم با هم میدن، یه موقع هم نه F1 اول میدن مثلا یه مدت بعد F2 میدن، ولی قضیه اینه که بعد از اینکه ولی معمولا میدن این ویزا رو به همسرش، ولی قضیه اینه که اون F2 اجازه کار نداره، یعنی اجازه کار نداره، ولی فاند کافیه. من دوستام که متأهل بودن همیشه با اون فانده تونستن زندگی کنن، چون بیشترین هزینه توی آمریکا اجاره خونه است و اینا خب یه خونه دارن و فاند به خاطر همین مشکل پول ندارن هزینه، ولی مشکل اینه که اون F2 اجازه کار نداره و بخوادم درس هم بخونه باید تقاضا بده ویزاشو به F1 تغییر بده، که اونم یه پروسیه که معمولا یه سال طول میکشه. بعد اون همراه نمیتونه درخواست کار بده و تغییر ویزا بده اصلا تو اجازه کار نداره، ولی میتونه درخواست کار بده، درخواست تغییر ویزا بده برای اینکه بره دوباره استودنت بشه، یا نمیدونم در مورد کار، درخواست کار میدونم که نمیتونه بده، ولی شاید بتونه به یه مدل ویزا، نه فکر کنم چیزی که تو دوستام دیدم، نمیخوام اینو قطعی بگم که اشتباه بشه، ولی چیزی که تو دوستام دیدم که درخواست تبدیل ویزای F2 به F1 دادن و دانشجو شدن خودشون دوباره مثلا رفتن درس.
آه درسته. بعد راجع به رشته مرتبط هم پرسیدم برای اپلای کردن، اینکه مثلا کارشناسی ارشد با به دکترا چقدر مرتبط باشه، شانسشون زیاد میکنه یا کم میکنه؟ خب مسلما همونطور که گفتیم باید یه مقاله داشته باشن، یه پروژه داشته باشن که انجام داده باشن و علمشون به روز باشه و بگن ما میخوایم تحصیل کنیم، و خب مسلما باید اون مربوط باشه. یعنی نمیشه رفت تقاضا داد برای دکترایی که به پروژه قبلی ربط نداشته باشه. پس اینکه مثلا بچه ها میخوان تغییر رشته بدن مثلا برای دکترا یا ارشد، حالا ما توصیه همیشه ما اینه که شانستون رو کم میکنه، قطعا رقابت داریم با افرادی که رشتهشون همون رشته است. پس برای طبق نظر آره شما هیچ تغییر که رشته امکان مهم پذیر نباشه، ببخشید وسط حرفتون، ولی برای بخشید. تغییر رشته من پیشنهاد میکنم که یه نفر اگر هنوز ارشد نخونده، ارشدش رو تو ایران بخونه با اون رشته که دوست داره. اگر اونم امکان پذیر نیست، بره حتما یه پروژه انجام بده یا یه مقاله، آخرین مقاله ای که داره مربوط اون رشته باشه که میخواد بره توش، که اینجوری یه کانکشن برقرار کنه. درسته. طبق تجربه خود تو بخوای مقایسه بین حالا زندگی و زندگی دانشجویی و بعد دانشجویی بین آمریکا و اروپا یا استرالیا بکنین، آیا باز هم انتخاب شما هم آمریکا خواهد بود، مثلا به چه دلایلی؟ من چون تجربه اونورا ندارم نمیتونم واقعا در مورد این نظر بدم، ولی خب من اوایل که اومده بودم اینجا چون ترامپ اومد و ترابل بند شد و اینا، واقعا خیلی اذیت میشدم و میگفتم کاش رفته بودم کانادا، خیلی زیاد میگفتم کاش رفته بودم کانادا. حالا الان که عادت کردم و راضیم، ولی آره واقعا این مشکل که به خصوص وقتی که ترامپ اومده بود و اجازه نداشتیم که اصلا مثلا توریستی هیچ کس بیاد و اینها، این مشکل بود. ولی به نظر من به تجربهش میارزه. حالا یه موقعهایی من خودم مثلا میگم که چون آدم تجربه نکرده نمیتونه واقعا این سوال جواب بده، ولی بازم اینو میگم که آدم دلش هر جا خوش باشه اونجا براش بهتر. اینجا دقیقا. در مورد ویزه همراه حالا پرسیدم، من اینو میدونم ولی شما میخوام بگید که آیا پدر و مادر جز ویزه همراه حساب میشن؟ نه دیگه، فقط همسر. آره. این هم اوکی. یه سوال دیگه هم بودش، من ببینم اینجا. داشت میشد آدم کل خانواده ویزای همراه بیاره خود. بعد اجازه کار دانشجویی هم پرسیدن، آیا هستش و اگه هست در هفته مثلا چند ساعت هزینه درآمدش چطور هستش؟ نه اگه فول فان باشه دیگه اجازه کار دانشجویی نداری، چون اجازه چون فول فاند یعنی در هفته 20 ساعت کار داری و یه دانشجو ویزای F1 اجازه بیشتر از 20 ساعت کار رو نداره. ولی اگه هفت فاند باشه چرا میتونی یه کار مثلا کنارش، اونم کار تو کمپس فقط تو دانشگاه، مثلا به عنوان باز مثلا باز بسته به هر دانشگاه هر کمپسی، یعنی بیرون از دانشگاه نمیتونی کار کنی. درسته. بعد یه سوال دیگه هم پرسیده بودن که من ببینم، در مورد سفارت و ویزا پرسیدن که حالا ما میرم مثلا سفارت خود یا خودتون یا حالا دوستانتون معمولا چی میگن که مثلا راز قانع میکنن که ما میخوایم برگردیم به کشور، چون ما معمولا میگن اگه تو باید ثابت بکنی که میخوایم برگردیم دیگه نمیخوایم اونجا بمونی. حالا مثلا بنا به تجربه خود تو بچه معمولا چی بگن تو اگه تو همچین شرط قرار گرفتن؟ از من واقعا هیچی نپرسید، اصلا نپرسید میخوای برگردی میخوای برنگردی، ولی من خودم آماده کرده بودم. من یه جاب آفر مثلا به عنوان اینکه از یه نفر از استادها به عنوان اینکه مثلا این دان این اگر برگرده ما براش جاب داریم به عنوان استاد، این نامه رو برده بودم، ولی اصلا هم ازم نخواست. من فکر میکنم که خیلی گیر نمیدن، خیلی شانسی. واقعیت اینه که سفارت خیلی شانسیه، یه آدم ممکنه گیر بیفته که خیلی آدم اذیت کنه، ولی خب تو مایندست آدم خود آدم هی داشته باشه که اوکی من میخوام مثلا میخوام برگردم، یه جوری اینجوری بره شاید چیز نکنن. یعنی از من اصلا نپرسیدم واقعا، ولی خب میگم با این نامه خودم آماده کرده بودم که بگم آره من اجازه کار دارم میخوام برگردم، یعنی من جاب آفر دارم. من که سوالام تقریبا پرسیدم و اکثر بچه‌ها که سوالشون پرسیده بودن تقریبا از شما پرسیدم، امیدوارم که جوابگو باشه و مفید باشه برای بچه‌ها. من خودم واقعا لذت بردم از لایوی که با شما داشتم و جالبش اینه که برای اولین بار بود یکی از معدود لایو ها بود که من تجربه شخصی خودتون و فرآیندی که کلا طی کردین و گفتین و امیدوارم بچه‌ها استفاده بکنن و حالا اون ترس کنکور و ترس مهاجرتشون بریزه و بتونن حداقل گوشه ای از اطلاعاتی که لازمه برای اپلای رو ما بهشون داده باشیم. من حقیقتا تشکر میکنم بخاطر وقتی که گذاشتین و امیدوارم که بچه‌ها لذت برده باشن.
مرسی، منم ممنونم ازتون، امیدوارم مفید بوده باشه بچه. حرفی سلامت، نداری که خداحافظی بکنیم با شما. من خواهش میکنم، حرف ندارم، خدا خواهش نگهدارتون. میکنم وقت آمریکا و شبتون بخیر به وقت ایران. خدا مرسی، نگهدارش. همچنین، خدا نگهدار.